میخوایم پرونده جنایی رو با هم دیگه بررسی کنیم که پرونده جنایی روز آمریکا هستش یعنی قتل چهار دانشجوی دانشگاه آیداهوی ایالت آیداهوی آمریکا توی ویدیو قبل درباره قتل یه دانشجوی دیگه از همین دانشگاه توی همین شهر توی سال 99 رو بررسی کردیم پرونده جنایی حل نشده ویل هنریک که اگه علاقه من هستید پیشنهاد میکنم حتما برید اول اون ویدیو رو ببینین که لینکش هم این بالا میذاریم و بعدش بیاین سراغ این ویدیو میخوام بریم سراغ این پرونده فقط قبلش بگم که اگه بار اوله دارین منو میبینین من علی هستم اینجا گزارش محرمانه است ما توی هفته دقل یه پرونده جنایی یا حالا تئوری توطعه یا هر چیز دیگه ای رو از دید خودمون بازگو میکنیم و اینکه همراهی شما به شدت دلگرم کنند است واسه ما پس لایک و سابسکرایب و کامنت انگلیسی فراموشتون نشه دیگه بریم سراغ پرونده شهر کوچیک مسکو صحبت کردیم توی ویدیو قبلی باز من میگم یه شهر به شدت آرومی بودش شهری که آمار جرم و جنایت توش خیلی کم بود از سال 2015 به این ور یه پرونده جنایی هم نداشتند تا همین قتلای آخر سال 2022 که نه تنها قرار بود بشه کابوس این شهر توی این روزا و اوایل سال 2023 بلکه با توجه به شباهت هایی که داشت به قتلی که سال 1999 اتفاق افتاده بود حالا داشت یه جورایی به همه این هشدار رو میداد که اولا خیلی شهرمون آروم نیست دوما که پلیس هم خیلی توی حل پرونده قبلی موفق ظاهر نشده واسه همین یکم نگران کننده بود همه اینها کایلی گونزالز 21 ساله مدی موگن 21 ساله ایتان چپین 20 ساله و ژان کرونودل 20 ساله همه دانشجوهای دانشگاه آیده ها بودن که توی شهر مسکو توی یه خونه که حالا مربوط به کمپ دانشگاهی میشد و همراه دو تا همخونه یه دیگه داشتن زندگی میکردن غروب 12 نوامبر 2022 ایتان و کرنودل که خب این دو نفر با هم دیگه دوستم بودن به یه مهمونی رفتن به یه پارتی دانشجویی رفتن و تا ساعت یروب دو هم اونجا بودن و ساعت همون یروب بودش که رسیدن به اون خونه اجاره که توی زندگی میکردن کایلی و مگی هم اون شب بیرون بودن با هم دیگه رفته بودن یه بار پایین شهر حدود ساعت ده شب رفته بودن ساعت یک و شب از اونجا زده بودن بیرون رفته بودن از این رستورانهایی که حالا یه کامیون سیار هستش یه غذایی گرفته بودن و بعدم یه مردی اصراع کرده بودش که من میرسونمتون و اونا رو رسونده بود ساعت یک و پنج و دقیقه بام دادم کایلی و مگی رسیده بودند به اون خونه که توی زندگی میکردن کایلی کوچولو مست بود شرایط نورمال نداشت واسه همین بین ساعت دو بیست دقیقه صبح تا دو دقیقه صبح هفت بار زنگ زد به دوست پسر سابقش جک دو کوئر که خب این میسکالا هم ثبت شدن ولی خب جک اونور خواب بود و جواب نداد به کایلی بعد از این بازه زمانی آخری که گفتم یعنی دو بیست و شیش دقیقه تا دو پنج و شیش دقیقه توی این نیم ساعت دیگه هیچ فعالیت دیگه ای ثبت نشده از این چهار نفر این خونه ای که در برای صحبت میکنیم اینا توش زندگی میکردن یه خونه نقلی سه طبقه بودش که کایلی و مدی توی طبقه سوم زندگی میکردن ایتان و کرنودل توی طبقه دوم بودن اون شب و اون دوتا هم خونه دیگه ای که گفتم باشون زندگی میکردن اونا هم طبقه اول بودن و اون شبی که حالا همین شبی که در صحبت میکنیم یعنی شب حادثه از ساعت یک بامداد یعنی قبل از همه توی خونه بودن ولی از این اتفاقی که قرار بود واسه اون چهار نفر بیفته در اما موندند و واسه اونها هیچ اتفاقی نیفتاد فردا یعنی 13 نوامبر ساعت 11 و 58 دقیقه صبح همین دو نفری که طبقه اول زندگی میکردن یه زنگ زدن به 911 و اعلام کردن که همخونه هاشون بیهوش هستن و علائم حیات ندارن هرچی سریعتر بیاین احتیاج به کمک دارن اورژانس اومد پلیس هم اومد دیگه خیلی گذشته بود از دست اورژانس کاری بر نمی اومد ولی خب پلیس دیگه کارش تازه رسما شروع شده بود وقتی پلیس وارد شد متوجه شد که هیچ اثری از ورود با فشار و زور و اینجور چیزا وجود نداره و اون قاتل حتما خیلی دوستانه وارد خونه شده چون نه دری شکسته شده بود نه پنجره داخل خونه توی طبقه دوم و سوم ولی اوضاع خیلی به هم ریخته بود یه صحنه جرم به شدت که علاوه بر اینکه کف زمین کلا توی خون بودش حتی از دیوارها هم خون داشت میریخ رو زمین و خیلی اوضاع بدی بودش توی طبقه دوم و سومی که این چهار نفر زندگی میکردن طبق گزارش پلیس هر چهار نفر با ضربات پرتعداد چاقو به قتل رسیده بودند و یکی از افراد حداقل یکی از افرادی که به قتل رسیده بود موقعی که داشته کشته می شده عکسالعمل های دفاعی داشته از خودش و اون حالا زخمایی که روی دستش بوده نشون میداده که درگیر شده بوده با قاتل هیچ کدوم از این چهار نفر نه دست و پاشون بسته شده بود نه دهنشون نه هیچی اثری از تجاوز هم وجود نداشت حداقل تا جایی که الان پلیس به صورت عمومی منتشر کرده مدارک رو حالت قتاله هم یه چاقوی جیبی سایز بزرگ هستش که خب اونم بر اساس ضرباتی که خورده بوده شناسایی شده وگرنه توی صحنه جرم چیزی پیدا نکردن اون دوتا هم خونه ای هم که طبقه اول زندگی میکردن و به شکل معجزه آسایی زنده مونده بودن از این حمله نه چیزی دیده بودن نه چیزی شنیده بودن و نه چیزی متوجه شده بودن که بخواد به پلیس توی این پرونده کمک کنه پلیس بازم با یه پرونده جنایی دیگه روبرو شده بود که مقتولهاش دانشجوهای دانشگاه آیداهو بودن این به یاد خود پلیس هم مینداخت طبیعتا که اون پرونده 20 سال پیش 20ستخورده سال پیش هنوز حل نشده و هنوز، توی پرونده هایی هستش که شاید یه روزی برم بهش رسیده ای کنن اگه مدرک جدیدی ازش بیاد اونجا هم ویل احتمالا به یه طرز خشنی به قتل رسیده بود و اینجا دوباره با چهار تا قتل دیگه که همه این قتل هم به شکل خشنی انجام شدن روی رو هستش فشار مردم و مطبوعات و همه اینام هم خیلی زیاده روی پلیس به خاطر اینکه خب بالاخره انتظار دارن یه کاری انجام بشه دیگه این بار و این فشار رو روی پلیس زیاد میکرد علاوه این که خود پلیس هم خیلی مشتاق بودش که این بار این پرونده رو هرچه زودتر به سرانجامی برسونه و مثل اون سری نشه که دوباره برن و بعد مدتی بفهمن داستان یه چیز دیگه بوده و پرونده همینجوری سرد باقی بمونه پلیس توی این استیج اعلام کرد که مزنونین این پرونده تا به اینجای کار همون دوتا همخونه ای هستن که حالا توی طبقه اول بودن جک دوکوئر دوست پسر سابق کایلی و اون مرد مرموزی که دیشب اصرار کرده بوده که اون دوتا دختر رو از بار برسونه به خونه به علاوه این که یه ماشین یوندای الانترای 2011 یا 2013 اون تایم قتل که می شده بین ساعت 3 تا 4 حوالی خونه دیده شده که توی اون منطقه مسکونی شاید خیلی عادی نباشه بالاخره تصادف جالبی نیستش که همون شب قتل توی همون تایم اونجا دیده بشی پلیس بعد اعلام کردن این اطلاعات خیلی سریع رفت سراغ صاحب اون ماشین و از اینجا بودش که رسید به آقای برایان کریستوفر کوبرگر برایان یه پسر 28 ساله بودش که با پدر و مادرش توی پنسیلوانیا زندگی میکرد پلیس خیلی سری رفت سراغ برایان ماشین هیونو رو پیدا کرد توی اون منطقه سری انتقال داد به پارکینگ اداره پلیس که روش آزمایش انجام بشه خود برایان هم به عنوان یه مزنون احتمالی دستگیر کرد که بیاد پرونده رو جلو ببره خونه برایان تا خونه قربانی های این حادثه 11 کیلومتر فاصله داشت فقط بعد از دستگیری برایان پلیس توی سه ژانویه سال 2023 نشست خبری برگزار کرد یه سری اطلاعات جدیدی رو رو کرد که تا قبل از این اولا یه سریاش رو مخفی نگه داشته بود بعدم که یه سریاش رو تازه بهش اصلا دست پیدا کرده بودن اولا اینکه تحقیقاتی که روی برایان انجام دادم مشخص شدش که جی پی اس موبایلش داشت اینو میگفت که برایان داشته یه چند هفته ای اصلا قربانی ها رو دنبال میکرده توی زندگیشون اونا رو زیر نظر داشته حتی توی دوربین مداربسته یه سری از هایی که نزدیک خونه این چهار نفر بوده دیده شده که همیشه دستکش دستش بوده هم کلاسی های برایان و حالا اون آشنا و کسایی که میشناختنش هم گفتن که کرکتر خیلی جالبی هم نداره زیاد سنسیتیس هستش تا یه حد زیادی وقتی این صحبت ها پاش کشیده میشه و خیلی گستاخانه نظر میده و یه جورایی پروفایلش با اون چیزی که پلیس دنبالش میگشت جور در میاد همچنین توی این نشست خبری که سه ژانویه برگزار شد پلیس اومد اعلام کرد که اون دوتا همخونه ای طبقه اول همچین هم بیخبر نبودن و اینکه اینقدر عجیب و غریب دوتا طبقه بالا سرشون قتل شده و میگفتن هیچی نشنیدیم خواست خود پلیس بوده در واقع اون دو نفر یه سری چیزایی رو دیده بودن و شنیده بودن اما پلیس اونا رو ازشون خواسته که فعلا اینو نگین جایی هم منتشر نمیکنیم تا اینکه بتونیم برسیم به قاتلی که زیر نظر داریم حالا وقایع اون شب و یه بار دیگه با هم مرور میکنیم از حالا زاویه دیدی که الان داریم چیزایی که اون دو نفر شنیدن و اطلاعاتی که پلیس بهش اضافه کرده کرنودل یکی از قربانی ها که دوست دختر ایتان ساعت چهار صبح سفارش غذا از دوردش داده دوردش هم یه اپلیکیشنی هستش که باش سفارش غذا میشه دادش اونجا پس یعنی تا ساعت چهار صبح که حالا اون غذا رو سفارش شده و غذا رسیده هیچ قتل اتفاق نیفتاده یه چند دقیقه بعد که ساکت میشه همه چیز صدای نگران و ترسیده کایلی بگوشه این دو نفر طبقه اول میرسه که داره میگه که یه نفر اینجاست یکی از اون دو نفری که دانشجوی طبقه اول بودن و همخونه ای این چهار نفر بودن که پلیس به اختصار ازش به عنوان دی ام یاد میکنه شروع میکنه میره سراغ کایلی که ببینه چه خبره واسه چی الان این موقع شب داره میگه یه نفر اینجاست توی مسیرش که داشته میرفته میبینه که دیگه هیچ صدایی نمیاد اولش فکر میکنه توهم زده ولی خب با این حال پامیشه بره چک کنه ببینه چه خبره که وقتی داشته نزدیک میشده به اتاق کایلی یه صدای دیگه میشنوه یه صدای مردی که داشته میگفته من میخواستم کمکت کنم وقتی دیم در رو باز میکنه با یه مرد سیاه پوش نسبتا ازولانی رو, رو میشه دستکش سیاه داشته ماسک هم داشته و داشته فرار میکرده در واقع دیگه این دی ام یه مقدار شوکه میشه از چیزی که میبینه نمیتونه جلوی اون مرد رو بگیره واسه فرار کردن چون یه خورده هم هیکلش همچین جوری بوده که نمیشده باش درگیر بشه وقتی میره سراغ همخونه هاش تا کمک کنه به اونا اونجا متوجه میشه که دیگه کمکی از دستش بر نمیاد و در واقع همون موقع بوده که زنگ میزنه به 911 و گزارش میده این رو پلیس وقتی به صحنه جرم میرسه روی تخت خواب کایلی قلاف کمربند چرمی پیدا میکنه که اون رو سریع میفرسته آزمایشگاه آزمایش میگیره ازش بعد از اینکه برایان رو هم دستگیر میکنن از تو خونه برایان سمپلای دی ان ای زیادی برمیدارن با همدیگه این دوتا رو تطبیق میدن و میبینن که بله اون بعلاف چرمی با سمپل هایی که از خونه برایان برداشتن تطابق داره با اینکه دنa این ای برایان توی صحنه جرم پیدا شده پلیس بازم کار سختی داره اگه بخواد ثابت کنه که اون چهار نفر رو برایان کشته حالا به صرف اینکه این, این دانا ای اونجا بوده دادستانی مسلما قبول نمیکنه که قاتل برایان هستش چون شواهد محکمتری میخواد اونجا دادگاه رو دیدین احتمالا تو فیلم ها اینجوری نیست که همجو علکی بیان یه روز بگن این قاتله با این وجود به نظر میرسه پلیس قاتل خودش رو پیدا کرده و دیگه تمرکزش رو گذاشته روی اینکه مدارک بیشتری بر علیه برایان پیدا کنه تا اینکه بخواد پرونده جنایی رو از سمت دیگه پیش ببره همین قضیه خودش میتونه منجر بشه به اینکه برایان کوتا بیاد و اعتراف کنه که اونجوری خب دادگاه دیگه خیلی راحت میشه کارش البته خود برایان هم توی این مدتی که گرفتنش اصلا رفتار مناسبی نداشته نه با پلیس نه توی جلسه اول دادگاه که واسه یه تفهیم اتهام برگزار شده روز اول وقتی اومد داخل دادگاه شد بالاخره خانواده این چارت دانشجو نشسته بودن ردیف اول داشتن گریه میکردن اما خب برایان خیلی تفاوت یه لبخندی بهشون زد و رفت به کار خودش که حالا اونجا باید حاضر میشد رسید همین قضیه خیلی توی روزنامه و اینا همه داشتن در این صحبت میکردن که این خودش عجیبه اینقدر خون سرد بودن و سنگ دل بودنه خودش یه مقداری مشکوک هست نکته دیگه ای که دستگیری برایان داره اینه که با توجه به خوشونت بالای های سال 2022 و قتل سال 99 با توجه به اینکه هر دو تا قتل بعد از یه مهمونی دانشجویی انجام شده همه مقتول ها دانشجوهای یه دانشگاه بودن اگه برایان قاتل این چهار نفری باشه که توی سال 2022 به قتل رسیدن پس قاتل ویل هنری که سال 99 یکی دیگه است و هنوز پلیس به جواب پرونده جنایی حل نشده ویل هنریک نرسیده این پرونده هنوز در جریان هستش هنوز بازه و هر روز یه خبر جدیدی داره ازش منتشر میشه که خب ما به محض اینکه خبر مهمی ازش بیاد بیرون اون رو یا اگه ببینیم یه ویدیوی دیگه بتونیم براش بسازیم ویدیو میسازیم اگه همینجوری اینجوری نباشه که توی کامیونیتی حتما مینویسیم که نتیجه دادگاه چی بوده ادامه روند حالا بازپرسی و اینا به چه شکل بوده که ازش مطلع بشید مرسی که تا اینجا همراه ما بودید بازم میگم که همراهی و دلگرمی شما خیلی واقعا قوت قلب واسه ما لایک سابسکرایب و کامنت انگلیسی فراموش نشه مرسی که گزارش محرمانه رو تماشا میکنید